سپاس. بفرمایید جناب کمال. بله، به نام خاک پاک ایران، عرض ادب دوباره خدمت همه باشندگان در اسپیس. خدمتتون عرض کنم که موضوع اعتراضات هست، اما خب مطلبی هم که اشاره کردن در رابطه با اسرائیل و حضور اسرائیل در ایران و ترور فرماندهان سپاه، خب اینم یک موضوع مهمه، هرچند که برمیگرده به واکاوی در سیستم‌های امنیتی و جاسوسی و ضد جاسوسی. اما من از اعتراضات شروع میکنم به دلیل اینکه یک بخش مشترکی بین اعتراضات به همین سیستم های امنیتی و جاسوسی هست که میشه اینها رو به صورت تلفیقی با هم دیگه مطرح کرد و صحبت کرد در رابطه باش. یکی از من دوستان، قبل از اینکه صحبت رو من آغاز بکنم یه مطلبی رو بگم، حالا جناب قاسمی هم هستن، خودشون هر جوری که دوست داشتن نظر خودشون رو اعلام میکنن دیگه، نیاز نیست من بگم. اما صحبت هایی که من انجام میدم صحبت هایی که بر اساس ذهن خودمه، وحی منزل نیست، میتونه غلط باشه میتونه درست باشه، اما تا اونجایی که جا داره من تلاش میکنم آن چیزی که واقعیت دیدگاه خودم هست و بیان بکنم. از اینکه خواسته باشم دروغ بگم که هممیهنانم خوشحال بشوند، همیشه ما دوری میکنیم. ما واقعیت رو میگیم، اگرچه تلخ باشه، اگرچه دردناک باشه، دقیقا مثل مثالهای که قدیم میزدن، مثل یک دارویی که آدم میخواد بخوره ولی تلخه، یا آمپولی رو بزنه که درد داره ولی میزنه. بنابراین اگر چیزهایی رو از من میشنوید که یک مقدار براتون سخت باورش، بذارید در کنار یک سری مهرهای دیگه سعی کنید پازل رو برای خودتون کامل بکنید. تقابل با صحبتهای من قطعا براتون چالش بیشتری رو ایجاد میکنه، باید باش همراه بشید ببینید نتیجه چی آیدمون میشه. یکی از معضلاتی که هست، ما اعتراضات خیابونی رو هنوز بهش درست نگاه نکردیم. چرا درست بهش نگاه نکردیم؟ من فکر میکنم که استارت زننده اعتراضات رو نمیتونیم تشخیص بدیم که آیا مردم کف خیابون دارن اعتراض را میندازن، یا به قول اروپایی ها جورج سوروس پدر انقلاب های فکر، یا عوامل حکومتی. ما اگر نگاهی بکنیم به اعتراضات قبل از سال 57، شما میبینید که هیچ اتفاقی که باعث بشه مردم بر علیه حکومت قیام کنن و بیان کف خیابون وجود نداشته. گازوئیل گرون میشه برای اتوبوس، یا بلیط گرون میشه برای اتوبوس، اعتراض ساده میکنن، یک ریال میشه دو ریال، یا به قول قدیمی ها دو قرون، 2000، اعتصاب ساده میکنن تموم میشه ظرف 24 ساعت. یا در رابطه با خرید میوه، پرتقال گرون میشه در شبهای قبل از نوروز، مردم نمیخرن. اما نتیجهش که این بشه یک سیستمی در داخل دولت، در داخل حکومت اومده با نیروهای خودش وسط خیابون، شما در سالهای قبل از انقلاب همچین چیزی رو مشاهده نمیتونید بکنید و اصلا نمیتونید سند بیارید. اما شما میبینید به خاطر این که اینو در اسپیس های قبلی هم در همینجا گفتم، در برنامه های دیگه خودمونم اینو عرض کردم، به دلیل که سیستم های امنیتی میدانند چه زمانی شونه حکومتی که خودشون به مردم تحمیل کردن خالی میشه و منافعشون به خطر میفته، مجبور میشن برنامه ریزی بکنن. متاسفانه ما به عنوان براندازان، اینی که میگم ما، روی سخنم به پادشاهی خواهان هست، چون من برانداز دیگه ای رو خودم شخصا نمیشناسم، فقط از سامانه پادشاهی میشناسم که براندازن. ما پادشاهی خواهان نتونستیم فرصت سازی بکنیم، نتونستیم از تهدیدهای جمهوری اسلامی، چه تهدیدهای اقتصادی علیه مردم، چه تهدیدهای امنیتی علیه مردم، چه تهدیدهای زیست محیطی علیه مردم، چه تهدیدهای صنعتی علیه مردم، نتونستیم
به قول مدیران این تهدیدها رو تبدیل به فرصت برای گذار از جمهوری اسلامی بکنیم. از طرف دیگه به دلیل اینکه خیلی زود چون اون نگاه قائمون اون نقطه هدف نهایی ما سرنگونی جمهوری اسلامی هست و این سرنگونی به قدری برای ما زیباست، به قدری برای ما شیرین و لذت بخشه، به هر تناب پوسیده‌ای میخواییم آبزون بشیم و این وسط خیلی زود فرصت سوزی میکنیم، فرصت ها را دست میدهیم. هر کی میاد وسط فکر میکنیم یک فرصت طلاییه و به جای این که یاد بگیریم سازماندهی کنیم، چطوری میتونیم سازماندهی بکنیم اصلا؟ آیا صرف این که بگیم مثلا بیایم تو محله ها نیرو جمع بکنیم کفایت میکنه؟ یا گروه های محل محور آیا کفایت میکنه؟ اینا میشه فرصت سوزی. چرا؟ چون تمام اینها رو وقتی جمع میکنیم در کنار هم، وقتی عقاید و افکار یک شخصی که میتونه کارایی داشته باشه، توانایی داشته باشه در یک رشته میذاریم وسط، نفرات دیگه میان، من نوعی هم میان میشم مثلا آبدارچی اون گروه، اون موقع است که میتونیم فرصت سازی بکنیم. در سیستم مدیریتی اکثر جاها مخصوصا مواردی که بحث استراتژیک، بحث تکنیک و تاکتیک، بحث مبارزه است، بحث دگرگونی سیاسی، بحث سرنگونی یک حکومت، اونم یک حکومت دیکتاتور، هیچ زمانی نمیشه از هر تهدیدی فرصت ساخت مگر یاد بگیریم خودمون فرصت سازی کنیم. ما نمیتونیم رو موج دیگران بلند شیم و فکر کنیم میتونیم تو اون ساحلی که اسمشو گذاشتیم پیروزی و گذار از جمهوری اسلامی پیاده شیم و پرچم شیر خورشید نشانمون رو علم بکنیم تو کشورمون. یکی از اتفاقات مهم در زمان ما این هستش که اصلا این فرمول انقلاب‌های فیک میسازن، قیام‌های جعلی درست میکنن. مثلا شما در سال 88 شاهد بودید و دیدید و قطعا همه شما از آن خاطرتون هست، در روزهای نخست کسی شعار مرگ بر خامنه‌ای نداد، اومدن گفتن رأی ما کو، هم کروبی هم میرحسین موسوی. اما در یک جایی که مردم این روی موج سوار شدن و عنان کار از دست سردمداران جمهوری اسلامی خارج شد، دیدن دارن قافیه رو میبازن و شروع شد شعارهای ضد حکومتی، شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، چه اتفاقی افتاد؟ سیستم امنیتی بلا فاصله ورود پیدا کرد، سطل آشغال آتیش زد، اتوبوس آتیش زد، بانک آتیش زد، مغازه آتیش زد، نیروهای لباس شخصی مسلح فرستاد وسط مردم، الکی تیراندازی کردن، گفتن اینا مسلحن، با تیر زدن، با ماشین از روی مردم توی میدون ولیعصر تردد میکردن، میرفت جلو میرفت عقب، رسید به کهریزک. چه اتفاقی میافته؟ برنده این نوع قیامسازی کی میشه در نهایت؟ ما حالا یک سری خانواده جانباخته داریم که دنبال دادخواهی هستن، یک سری پدر و مادر داریم که جوون دارن، اینها این صحنه ها رو دیدن. برنده کیه تا اینجا از سال 88 تا الان؟ بعد میایم سال 96، تماما میخوام برسم به این که ما در طول این مدت نه تنها فرصت سازی خود ما مردم نکردیم، فرصت سوزی هم کردیم. ما می توانستیم سال 88 پیروز بشویم، می توانستیم سال 96 پیروز میدان باشیم، می توانستیم 98 پیروز میدان باشیم و می تونیم امروز پیروز میدان باشیم، به شرط این که به جای این باید حرکت جا به جا بشه، به جای این که دیگران
به ما خط بدهند، دیگران مجرا بیاندازند، دیگران قیمت رو ببرن بالا، بنزین رو گرون بکنن، بعد ما بلنشیم بشیم عکس العمل، زاویه ها رو عوض کنیم جاشو، ما بشیم عمل، کاری کنیم اونها بشن عکس العمل، ما بشیم کنش، اونها بشن واکنش. اینجا زمانی که ما فرصت رو میسازیم، یک اتفاق بزرگ در جامعه داخلی و یک اتفاق بسیار بزرگتر در جامعه خارجی رو خواهد داد، و اون این هستش که دیگه هیچ کس نمیتونه بگه قیام گرسنگان، قیام تشنگان، و میفهمن مردم از سر گرسنگی و تشنگی و نمیدونم اقتصاد خراب و نداشتن معیشت خوب خانواده خوشی نزده زیر دلشون بیان کف خیابون. میفهمن این ایدئولوژی نسل جدیده، نسل نوعی که دیگه این ایدئولوژی قبول نمیکنه با جمهوری اسلامی کنار بیاد، حالا مافیا منافعشو تو خطر میبینه، مجبوره بیاد پشت جمعیت بیسته، مجبوره رابطهشو با جمهوری اسلامی قطع بکنه. من اینجا نقطه میذارم، صحبتهای جناب قاسمی رو بشنویم، بعد من در خدمت هستم. سعید جان بفرمایید. ببخشید قبل از اینکه آقای قاسمی صحبت کنن، دوست گرامی، اول برنامه گفتیم شما تشریف نداشتین، الان درخواست مایک نکنیم، مهمان ها صحبت کنن، آخر برنامه به همه مایک میگیم. سپاس از مهر همه دوست. جناب قاسمی خیلی خوشحالم که اینجا هستین، خیلی افتخار میکنم به خودم که به اسپیس هم اومده، اینو جدی میگم. من همیشه قلبم برای کنشگرانی که سالها زحمت کشیدن میتپه، همیشه دستشونه میبوسم و ارادت خاصی به کنشگران دارم که در همیشه به مردم و ایران خدمت کرد. بفرمایید مایک باشه. بله سپاسگزارم از شما بانو صادقی جان، کمالپور، به همه دوستان یه درود مجدد، به عزیزانی که تازه به این جمع در این تالار پیوستن. خب جان کمالپور یه سری صحبت رو انجام دادن، ما همیشه تو رستاخیز سیمور تو برنامه همون اینو گفتیم که ممکنه صحبتهی که توی برنامه ما میشنوید خوشتون نیاد یا عاشق به قول معروف دروغ‌های شیرین باشید، همون چیزی که سالیان سال توی این رسانه‌ها گفتن، میان برنامه رو شروع می‌کنن، مثلا یک کسی مثل شهرام شارلاتان، بهارم دخترم از خواب برخیز، نمیدونم شکرخندی بزن، نوری برافریز، بعد یه دفعه می‌بینی اسماعیل نوری الان میشه وطن پرست، علی جوانمردی میشه وطن پرست، عثمان زرقندی میشه وطن پرست، و حملات به سمت مثلا شاهزاده رضا پهلوی یه چیز عادی نرمال به اسم انتقاد و امثال این داستان ها، در کنارش هم که دوشیدن ملت ایران و ناامید کردن مبارزان، چون واقعیت رو به ملت نمیگن، همیشه دوست دارن با دروغ، چون این متاسفانه این توی میشه گفت فرهنگ ما ایرانی ها یه جورایی جا افتاده، حالا از که جا افتاده نمیدونم، ولی دوست داریم، مثلا دوست داریم بهمون دروغ میگن، خوشمون میاد، یعنی یه جوری حال میکنیم با دروغ. بنابراین تو رستاخیز سیمرغ ما برنامه‌ای که میذاشتیم همیشه اینو میگفتیم که ممکن اصلا خوشتون نیاد، ممکن حالا بعد از این صحبت‌ها برید دوباره برن یه سری ها پست بذارن آقا این دوتا مزدورن و فلانن و از این داستان‌ها، که ما از این مسائل گذشتیم. حالا جناب کمالپور توضیح رو دادن، منم خواستم اینو در ادامهش بگم، اما ابتدای صحبتم اینو بگم دوستان، مردم ایران، یعنی ما مردم ایران و اون مردمی که داخل ایران هستن، چه مافیای جهانی خوشش بیاد چه نیاد، چه جمهوری اسلامی سرکوب کنه چه نکنه، چه روسیه چین خوششون بیاد چه نیاد، این مردم محکوم به قیام هستن، یعنی هیچ راهی دیگه ملت ایران ندارند و محکومن که قیام کنن و این بازی جمهوری اسلامی، که حالا جمهوری اسلامی بخش کوچکی از این بازی است، بهتره بگیم این بازی جهانی یا توطئه جهانی رو در هم بشکنن. این اتفاق خواهد افتاد، این اتفاق مطمئن باشید که خواهد افتاد. شاهزاده رضا پهلوی هم بارها و بارها، هم خودشون هم شهبانوی عزیز ما بارها و بارها این رو عنوان کردن. این اول داستان، این رو من میگم که خیال خیلی از دوستان راحت بشه، اما زمانش بستگی به آگاهی ملت ایران داره، که خوشبختانه حتی اخیراً هم در همین اعتراضات مردم نشون دادن که از اون سطح آگاهی و از اون بینش سیاسی لازم، حداقل بخشی از مردم که در این اعتراضات شرکت کردن نشون دادن که برخوردار از این اندازه از شعور سیاسی و آگاهی سیاسی هستن،
منظورم اون بخشی هست که وارد اعتراضات شدن و فریاد رضا شاه، روحت شاه، جاوید شاه و شعارهای از این دست رو سر دادن. من امروز صبح یک ویدیوی توی توییتر دیدم که خیلی از دوستان داشتن پخشش میکردن، یه چند تا از این بسیجی ها و پاسدارا بودن، احتمالا هم دیدید، یه چند تا از این بسیجی ها و پاسدارا بودن که داشتن به قول معروف توی یک فضای سبزی بودن و داشتن تمرین تشکیل اعتراضات، خوب دقت کنید دوستان، تمرین تشکیل اعتراضات و تمرین مدیریت اعتراضات رو انجام میدادن. حالا این ویدیو اومده بیرون، کاری ندارم، خود جمهوری اسلامی داده بیرون یا یک کسی اون وسط فیلمبرداری کرده داده بیرون یا هر چیزی، اما این ویدیو، حرفایی که ماها توی رستاخیز سیمرغ سالیان سال زدیم و خیلی از دوستان تلاش کردن که بگن آقا مردم اگر میایید توی تجمعی یا یک قیامی یا یک خیزشی شکل میگیره، شعار باید ساختار شکن باشه، فریاد باید فریادی باشه که بازی جمهوری اسلامی رو به هم بزنه. توی این ویدیو دقیقا داره نشون میده که یک پاسداری میاد توی جمع و شروع میکنه به صحبت کردن که آقا این چه وضعشه، پول نفت ما کو، پول نمیدونم آب ما کو، چرا ما نون نداریم، چرا ما غذا نداریم، چرا انقدر گرونیه و امثال هم دیدید، حتما احتمالا توی توییتر دیدید. و بعد اون شخص که حالا لباس سپاهی هم تنشه، اون میشه لیدر اون اعتراضات. یعنی چی؟ یعنی هسته اصلی یا هسته مرکزی یک خیزش یا یک تجمع اعتراضی مدیریت شده توسط جمهوری اسلامی، اون هسته اصلیش اینا. وقتی هسته اصلی اینا باشن، بنابراین شعاری که یه دفعه توی این جمعیت داده میشه یا خواسته‌ای که مطرح میشه چیه؟ اون شعار و اون خواسته‌ای هست که در داخل حکومت، یعنی در جناح حاکم امروز، اصلا اون اصلاح طلبو که بریزید تداشخا تموم شد، تو اون جناح حاکم که حالا اسمشو گذاشته بودن اصولگرا که الان به دو شاخه تبدیل شده، اون چیزی که جناح قدرتمندتر میخواد از طرف مقابلش امتیاز بگیره، اون شعار سر داده میشه یا اون فریاد سر داده میشه. نمونهش مثلا شما چند وقت پیش شاهد این بودید که فرودگاه ها کنترلش، میدونید دوستان، کنترل فرودگاه های ایران دست سپاه پاسدارانه، چه فرودگاه های داخل ایران چه دفاتر هواپیمایی جمهوری اسلامی، حالا تو بخش های مختلف دنیا، این در کنترل اطلاعات سپاهه. بنابراین وقتی یک عکسی از زن قالیباف یا دختر قالیباف یا حالا پسر قالیباف، داماد قالیباف، هر کدوم از این خانواده دزد قالیباف وقتی منتشر میشه و یک هشتگی رو جمهوری اسلامی خودش، یعنی اون بخش قدرتمند که میخواد باجه رو بگیره، وقتی اون هشتگ مطرح میشه به اسم سیسمونی گیت، شما نگاه میکنید فردا و پس فرداش یک تجمعی سراسری در ایران شکل میگیره به اسم تجمع معلمان. حالا فراخانشو که میده اون کانون صنفی که حالا به اونم میرسم، و شعار معلم زجر کشیده‌ای که خودش باید موتور محرک یک جامعه باشه برای پیشرفت و برای آزادی و برای آگاهی و دانایی، یعنی معلمی که حساب تمام تلاشش اینه که به دانش آموز بگه آقا دو ضرب در دو مساوی است با چهار، این معلم میاد از خشم اون حکومت در تجمعی قرار میگیره که توی اون تجمع شعار یا خواستش میشه یه سیسمونی کم بشه مشکل ما حل میشه. خب وقتی این یه دفعه توی 70 شهر ایران سر داده میشه، این ور جریان، اون بخش از حکومت که این تجمع رو راه انداخته و شکل داده، خواسته خودش رو به اون جناح مقابل یا اون شاخه مقابل تحمیل میکنه و امتیازاتی که بخواد ازش بگیره رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی که خودش باعث بدبختی و فقر و نکبت و ویرانی ایران شده، میاد از خشم همین مردمی که عاصی شدن از دست جمهوری اسلامی استفاده میکنه برای تسویه حسابهای داخلیش. حالا چجوری این اتفاقات میفته و چجوری اینا شکل میگیره؟ من چند روز پیش قبل از این اتفاقات، اعتراضات، یه ویدیوی حدودا 40 دقیقه گذاشتم.
شوراهایی تشکیل شده در داخل ایران، یا کانونهایی تشکیل شده، یا اتاق و یا ستادهایی تشکیل شده که این شوراها و این ستادها و این کانونها برنامه‌شون یا به قول معروف هدف اصلیشون هدایت اعتراض‌های صنفی بر در مثلا در راستای برآورده شدن خواسته‌های خودشونه. مثلا تو قسمت کارگران ستاد هماهنگی نمیدونم فلان کارگران تشکیل شده، تو قسمت معلمان کانون صنفی معلمان تشکیل شده، تو قسمت اتوبوسران‌ها و و و همه اقشار جامعه اینها اومدن یک اتاق یا یک مرکز هدایت و مدیریت برای این جریان‌ها به راه انداختن. اتفاقا اعضایی که توی این ستادها و توی این کانون صنفی ها هستن همون کسایی هستن که بعضی بیشترشون شغلشون زندانی بودنه، یعنی به اصلا از ابتدایی که به وجود اومده اسمشون اومده بالا به عنوان زندانی سیاسی اومده بالا، حتما میدونید من دیگه نیاز نیست نام ببرم. این افراد میان توی این ستادها و توی این شوراها، تلگرام هایی در اختیار اینا قرار میگیره که شماره تلفن های معلمان سراسر ایران رو اینا دارن. یعنی چی؟ یعنی یک ابر کانال تلگرامی که مثلا 300,000-400,000 عضو داره، توی این 400,000 نصفش معلم های سراسر ایران هم. یا معلم های شهرها و روستاهای مختلف ایران هم. و اینها عضو این کانال هم. وقتی قرار فراخوان داده بشن یا مثلا دنبال یک حرکتی هستن، از طریق این کانال تلگرامی، تلگرام و این اینستاگرامی که جمهوری اسلامی دیگه امروز گندش در اومده تا کجا نفوذ داره رو مثلا روی اینستاگرام، اما این اتاقها و این شوراها از داخل ایران سخنگویانشان، اینا خیلی مهمه دوستان، سخنگوهای این کانونها از داخل ایران یک هفته 10 روز قبل از روز موعود در بی بی سی، رژیم اینترنشنال، رادیو فردا، صدای آمریکا، مناتو، رسانه‌های پاکستانی لس آنجلسی حضور دارن و دارن اعلام فراخوان میکنن. شما تا حالا دیدید بی بی سی بیاد یک چیزی رو تبلیغ کنه که به نفع ملت ایران باشه؟ شما تا حالا دیدید رژیم اینترنشنال بیاد یک چیزی رو به قول معروف پخش بکنه که به نفع ملت ایران باشه؟ اینا که تماما قیام‌های اصلی ملت ایران رو سانسور کردن و تا اونجایی که تونستن خونسا کردن. حالا چه اتفاقی افتاده که بی بی سی از امروز میاد برای 10 روز آینده مدام یک فراخوانی رو تبلیغ میکنه؟ خب توی اون فراخوان و توی اون تجمع قراره چه اتفاقی بیفته؟ معلمی که خودش عضو جامعه است، خودش باسواد جامعه است، خودش حساب 2-2 تا 4 تا رو میدونه و باید یاد بده، معلمی که میدونه ایران از نظر اقتصادی نابوده، معلمی که میدونه جمهوری اسلامی بعد از 43 سال اگر یک روز دیگه ادامه بده ویرانتر میکنه ایران رو، معلمی که میدونه جمهوری اسلامی نیومده برای ساختن ایران، چون معلمه کارش توی حساب کتابه 2-2 تا 4 تا میکنه، این معلم رو جمعش میکنه میگه آقا شما بیاید 3 تا مسئله رو مطرح کنید. این 3 تا مسئله چیه؟ خواسته های صنفی، یعنی چی؟ یعنی منافع شخصی ارجعیت داده بشه به منافع ملی. در چه زمانی؟ در زمانی که ما 3 سال قبلش، یعنی در آبان 98، مردم ایران اومدن و خط بطلان زدن روی جمهوری اسلامی کامل، یعنی اومدن و فریاد مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، جاوید شاه، رضا شاه، روحت شاه، بگو برگرد شاه و امثال اینها رو سر دادن. 3 سال بعدش معلم باسواد ما میاد توی تجمعی که خواسته این تجمع حقوق برابره، یکسانسازی حقوق معلمان، یکسانسازی حقوق بازنشستگان، حق و تدریسی یا حق و تعلیمی یا همچی چیزی. خب در 70 شهر ایران بالای 50,000 معلم رو اینا جمع میکنن که این 3 تا خواسته رو مطرح کنن. معلمی که میدونه جمهوری اسلامی قرار نیست این 3 خواسته رو برآورده کنه، یعنی معلمی که چندین سال پشت سر هم دید اینها وعده است، دروغ، فریب، نیرنگ، یا حتی اگر در بهترین حالتش همه این 3 خواسته معلم هم
جمهوری اسلامی برآورده کنه، آیا مشکل معلم و مشکل مردم ایران حل میشه؟ آیا مشکل مثلا برق معلم حل میشه؟ آیا مسئله آب اون خانواده معلم حل میشه؟ آیا مشکل فرزند اون معلم حل میشه؟ آیا مشکل بهداشت اون خانواده معلم حل میشه؟ آیا مشکل نون اون خانواده معلم حل میشه؟ خب این جمهوری اسلامی برای که کنترل کنه ملت ایران رو و بیاد بخش بخشش کنه، یعنی خوردش کنه، اون ملتی که آبان 98 اومد بیرون رو بیاد تیکه تیکش کنه، خوردش کنه که بتونه کنترلش کنه، اومد و این شوراها و این کانونها رو براه انداخت. خب 3 سال هم هست که موفق بوده جمهوری اسلامی، 3 سال موفق بوده. چرا موفق بوده؟ چون شما میبینید در دانشگاه مثلا بهشتی تهران تجمع گذاشته میشه و بعد شعاری سر داده میشه که این شعار همون شعاریه که عوامل جمهوری اسلامی در خارج از ایران میخوان، نه شاه میخواین نه شیخ نمیدونم فلان، این چیزا رو که دیدید شنیدید حتما. خب اونو کی انجام میده؟ کی اون تجمع رو برگزار میکنه؟ همین کانونهای صرفی. یا وقتی که صحبت قالیباب شد، سیسمونی گیت شد، شما یه دفعه دیدید که چه اتفاقی افتاد؟ خود نمایندگان طویله جمهوری اسلامی اومدن گفتن آقا این جریان قالیباف رو داماد ابراهیم رئیسی لو داده. خب اینجا چی رو ما ثابت میکنه؟ میگه آقا اون جناح حاکم یا اون تروریست های اصلی امروز تبدیل به 2 دسته شدن و هر اتفاقی که اینها میخوان بین خودشون رقم بزنن و باج و باجگیری هایی که میخوان بکنن رو میان از خشم مردم استفاده میکنن برای عقب نگه داشتن رقیبشون یا گرفتن امتیازهای بیشتر. ما اومدیم چه پیشنهادی دادیم؟ ماها، وقتی میگم ما یعنی نه من سعید قاسمی، اون میهن پرستانی که میدونن برای اینکه این بازی ها رو به هم بزنن، گفتیم آقا تجمعی که از درونش فریاد رضا شاه، روحت شاه، جاوید شاه، بگو برگرد شاه و امثال هم نیاد بیرون، اون تجمع 2000 ارزش مبارزاتی نداره. نمونهش رو شما دیدید چند 2 سال پیش 1 سال پیش تابستون 1400 در اصفهان جمهوری اسلامی به خاطر اینکه بیاد اون بخش مافیای آب بیاد امتیازهایی رو بگیره از دولت حسن روحانی، یه سری تجمعات یا اعتراضهایی در اصفهان شکل گرفت که شبکه استانی جمهوری اسلامی، یعنی رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی، شبکه استانی و کانال 1 جمهوری اسلامی به صورت زنده این تجمعات رو پخش میکرد، به خاطر دارید؟ بعد یک باره یک شیرزنی میره وسط و فریاد رضا شاه روحت شاد سر میزنه بعد از 4 روز و این جمعیت منفجر میشه با این شعار. جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم پخش زنده رو که قطع میکنه، هیچ، بلافاصله نیروهای سرکوبش رو میفرسه به قلقم کردن مردم. چرا؟ چون جمهوری اسلامی متوجه شد مردم اونجا بازی رو از دستش گرفتن. گرفتن بازی از دست جمهوری اسلامی در تجمعات یا مصادره به نفع ملت کردن هر تجمعی، شما باید یک سخنی رو مطرح کنی که این سخن 4 ستون بدن جمهوری اسلامی رو بلرزونه. برای همینه که دوستان میبینید میلیون ها دلار یا شاید بگم میلیارد ها دلار تا امروز هزینه کردن در خارج از کشور و در داخل ایران که آقا در هیچ تجمعی نگید جاوید شاه، یا آدم هایی مثل شهرام شالاتان میان میگن آقا هر کی میگه جاوید شاه مزدور جمهوری اسلامیه، یا افرادی مثل نوری علا و نمیدونم سازگارا و حسن شریعت مداری و این معصوم قومی‌کلایی و امثال اینها میان و سعی میکنن که مقابله کنن به هر شکلی که شده با فریاد جاوید شاه یا رضا شاه روحت شاد. دیدید دیگه وقتی یک رضا شاه روحت شاد از یکی از این اعتراضات اخیر اومد بیرون، همه این کرم‌های زیر خاک اومدن بیرون و همه شدن فیلسوف، همه شدن محقق، همه شدن استاد دانشگاه، شروع کردن به تفسیر و برنامه گذاشتن برای اینکه مردم نگن جاوید شاه، مردم نگن رضا شاه روحت شاد. من اینجا پرانتز باز میکنم، اصلا بحث ما نوع حکومت آینده ایران نیست. یه کسی ممکنه از پادشاهی خوشش نیاد، حالا برای هر دلیلی، خب اون مشکل خودشه. بحث ما اینه که ما اگر میخواییم تجمعات مدیریت شده جمهوری اسلامی رو
مصادره به نفع ملت ایران بکنیم برای آزادی کشورمون، باید چیزی رو مطرح کنیم که هم جمهوری اسلامی ازش وحشت داره، هم عوامل جمهوری اسلامی وحشت دارن، و هم مافیای نگهدارنده جمهوری اسلامی ازش بیزاره. شما در آبان 98 دیدید، من خودم برای آقای برایان هوک نوشتم، ویدیوش هم هست که پاسخ داده همون موقع، که آقا وقتی مردم در 140 شهر ایران دارن فریاد رضاشاه رو حد شد سر میدن، یا میگن شاهزاده کجایی به داده ما بیایی، یا میگن رضا پهلوی برگرد به ایران و همسال، شما چرا نمیاد با نماینده ملت ایران وارد مذاکره بشید؟ آقای ترامپ که میگه من نوکر ملت ایرانم، آقای پامپئو خپل که میگه آقا هر چیش ملت بگن ما همونیم، خب چرا پس انجام نمیدید؟ برایان هوک خیلی ساده راحت برگشت که آقا اولا آمریکا در امور داخلی کشورها دخالت نمیکنه، دوما ملت ایران شایسته حکومتی بهتر از اینها هستن، یعنی بهتر از پهلوی ها. و بعد شما بلافاصله دیدید 4-5 تا تجزیه طلب سروسی مثل حسن شریعت مداری و شورای مدیریت گذار عبدالله معتدی و همسالهم رفتن توی کاخ سفید. شما دیدید معصومه قومی کلایی رفت بغل مایک پامپئو، اینا رو دیدیم دیگه، اینا همه رو دیدیم. خب من اینجا میخوام به چه نتیجه گیری برسم توی این بخش صحبتم. نتیجه گیریم اینه، همونجوری که جناب کمالپور توضیح داد، بسیاری از حرکت هایی که داخل ایران میفته اون ابتدا یا استارت یا سناریو اصلیش دست نیروهای سازمان یافته است. من نمیخوام اینو وصلش کنم به یک بخش از حکومت ها، نه، میگم نیروهای سازمان یافته. شما میخواید این حرف من رو بهش برسید، برید ویدیوهای اعتراضات رو نگاه کنید. مردم ایران کنار ایستادن، اونجایی که شعارهای در پیتی سر داده میشه رو مد نظرم هستا، اونجایی که شعارها رو یه سیستم خاص داره میره جلو که گیس و گیس کشی داخلیه، مردم کنار ایستادن. یک جریانی، یک تعداد آدم دارن حرکت میکنن و یه سری چیزها رو دارن میگن. وقتی شعار جاوید چای رضا شاه رو حد شاد سر داده میشه، کل جمعیت میریزه تو میدون، میریزه وسط. ما باید این کارو بکنیم. اون هسته ای که اون نیروی سازمانی یا سازمان یافته تا امروز داخل ایران درست کرده برای گیس و گیس کشیش، ما باید اون رو استفاده به نفع برای ملت ایران بکنیم. خب یه نتیجه گیری کنم از این اعتراضات اخیر، از این حرکتایی که اخیرا انجام شد. خاطرتون هست قبل از این اتفاقات صحبت سر عدم رضایت علی خامنه‌ای برای توافق برجام و کوفت زهرماراشون بود دیگه. اما بعد از این جریان دیروز امیر قطر شیخ اک رسما اعلام کرد که علی خامنه‌ای موافق سازش با غرب است، که البته اینم یه چیز چرته، اینم به شما بگم. ولی ابراهیم رئیسی هم که اومد اعلام کرد. منظورم چیه؟ منظورم اینه که مافیای جهانی برای به فشار گذاشتن اون نوکرش یا مهرش یا یک دست کردن حرکتش، گاهی از خشم مردمان یا قیام‌ها یا اعتراض‌های مردمی استفاده می‌کنه برای خودش. یه نمونه‌ش هم براتون می‌زنم. زمانی که داستان اوکراین و روسیه اتفاق افتاد، این تجاوز اوکراین روسیه به اوکراین، سه تا مقام رسمی کشوری بودن که رفتن به دیدن پوتین. یکیش نفتالی بنت بود مال اسرائیل، یکیش عمران خان بود مال پاکستان. دوستان اینجا رو دقت کنید لطفا، عمران خان نخست وزیر پاکستان هسته‌ای با 285 میلیون انسان به شدت خرافاتی و یه جورایی میشه که بهشون وحشی، که دیگه همه تو میدونید دیگه. اما زمانی که از عمران خان آمریکا بهش که واقعا التیماتوم بهش داد، گفت تکلیف تو باید روشن کنی، عمران خان چی گفت در روسیه؟ برگشت گفت ما با روسیه روابط دوستانه داریم، روابط اقتصادی خوبی داریم و من امیدوارم که این مذاکرات به یه جایی برسه. یعنی محکوم نکرد روسیه رو. ظرف 10 روز، یعنی عمران خان از پاکستان، از روسیه، از مسکو رسید به پاکستان، ظرف 10 روز کله پاش کرد مافیا. دیدید دیگه، حتما خبرشو شنیدید.
خیلی قشنگ و سیستماتیک از اون نیروی سازماندهی شده داخلیش استفاده کرد، برنامه رو به گونه ای چید که خود عمران خان هنوزم که هنوزه نفهمیده چی شد. اینو میخوام بگم برای اینکه دوستان دقت کنید، مافیای جهانی و قدرت ها توی هر کشوری، مخصوصا کشورهای خاورمیانه و مخصوصا کشور ما که از روح الله خمینیش بگیرید مهره مافیایی بود تا این چک و جنوبرای هوادار جمهوری اسلامی مثل قومی کلایی و نمیم جوان مردی و این آتاشخالایی که دارید ببینید، اون قدرت برای اینکه بخواد خواستش رو به کرسی بشونه و رقیبش رو کنار بزنه یا روی مهرش رو کم کنه، خیلی اوقات از این بازی ها انجام میده. ما هم اون چیزی که جناب کمالپور گفت اسمش باید گذاشت فرصت سازی، وظیفه امثال ماها اینه که همه این فرصت هایی که به وجود میاد که اونا میخوان به نفع خودشون مصادره کنن، ما بتونیم اونو به نفع ملت مصادرش کنیم. چجوری میشه این کارو کرد؟ تبلیغ، آگاهی، دادن اطلاعات به داخل ایران برای اینکه آقایون و خانم هایی که دوست دارید از جمهوری اسلامی بگذرید و کشور رو آزاد کنید، مجبورید، باید و باید و باید خواستتون رو به مافیای جهانی تحمیل کنید. باید به این دنیای بیشرافت گفت که آقا بسه، ما همه این چیزا رو میدونیم، چیزی به اسم دموکراسی و نمیدونم حقوق بشر و فلان و اینا ما تو دیگه دیدیم دیگه، همه دنیا دیگه دیدن دیگه، تشت رسواییتون افتاده بیرون. بنابراین باید چیز رو مطرح کنید که این مافیا و این دنیای نامرد 43 سال پیش دست به دست هم داد که از ملت ایران گرفتش، یعنی روح ایران رو سال 57 اینا از ایران گرفتن. ما باید این روح رو به ایران برگردونیم. این روح نه با دموکراسی سازگاره، نه با حقوق بشر سازگاره. این حقوق بشر که مد نظر این هاست، نه اون چیزی که اینها دارن تبلیغش میکنن، و نه با مماشات سازگاره. این روح با یک عرق ملی سازگاره و اون عرق ملی یک نشانه داره، یک علامت داره. اون علامتش هم فریادیه که توی اون خیابون از دل مردم بیرون میاد. این تا اینجای صحبت من، تا حالا در ادامه در خدمتتون هستم. بفرمایید برادر. بله، سپاس از شما جناب قاسمی. خدمتتون عرض کنم دوستان، درود دوباره به شما. یکی از بحثایی که همیشه انجام شده و فکر میکنم که مهمه که هممون بهش فکر کنیم، این که ما کی هستیم و برای ایران در چه جایگاهی ایستادیم. آیا به عنوان یک سرباز، آیا قبول داریم صرفا یک سرباز هستیم که میخواییم کشورمون رو آزاد کنیم، یا یعنی اینکه نه، هر کدوم از ما میتونیم ادعاهایی داشته باشیم، مدعی بشیم که آقا من الان اینجوریم، پس من میخوام بشم یه فرمانده، من فرمانده گروهانم، اون یکی بگه فرمانده گردان، اون یکی بگه فرمانده، تا برسیم به اون بالا بالا. اگر سرباز هستیم باید نقشمون رو درست ایفا کنیم به عنوان یک سرباز برای کشورمون، برای سامانه پادشاهی. من سربازی که دارم می جنگم برای سرنگونی جمهوری اسلامی، من سربازی که میگم برای سرنگونی جمهوری اسلامی، نیاز هست تمام اقشار مختلف جامعه در تمامی صنوف اعتصاب سراسری بکنن بر اساس فرامین و فرموده پادشاه کشورم و یک نافرمانی مدنی سراسری شکل بگیره و اینو اعتقاد دارم. میام میبینم که در سال 98 بعد از تموم شدن اون قیام مردمی، اتحادیه معلم ها اعتصاب میذاره، در یک روزی چهارشنبه روز اعتصاب میذارن، اعتصاب ببخشید نه تجمع میذارن، اشتباه گفتم، یک تجمع میذارن در روز چهارشنبه. در توییتر، در فیسبوک، در اینستاگرام، در همه جا، در کانال‌های مختلف تلگرامی، در گروه‌های مختلف تلگرامی، همه گفتن آقا از معلم‌ها حمایت کنید، از معلم‌ها در این تجمع حمایت کنید. کجا؟ روبرو وزارت آموزش پرورش. اوکی. اتحادیه معلم‌ها بیانیه صادر کرد مبنی بر این که با توجه به این که تجمع ما معلم‌ها
تجمع معیشتی می باشد و گروه های ضد انقلاب از این تجمع سوء استفاده نمودن، تجمع روز چهارشنبه کنسل می باشد و به روز دیگری موکول می گردد که متعاقبا اعلام خواهد شد. من برانداز اینجا چی کار باید بکنم؟ منی که میخوام برم از معلم حمایت بکنم، معلم با پشت دست میزنه تو دهن من برانداز، میگه من سیاسی نیستم، من مشکل معیشتی دارم، باید چی کار بکنم؟ چطور در سالهای قبل از انقلاب معلم مدرسه رو تعطیل میکرد در حالی که در اوج قدرت بود یک معلم؟ از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی معیشتی، از هر نظری حساب بکنید در جامعه یک رتبه خوبی محسوب می شد در زمان حکومت شاهنشاهی. با اون همه امکانات انقدر ایدئولوژی سازی شده بود که معلم تعطیل می کرد کلاسو، مدیر و ناظم مدرسه رو تعطیل می کردن. چرا ما نباید بتوانیم بعد از 43 سال کاری بکنیم که اصناف مختلف دست بزنن به اعتصاب و قبول کنن که باقی ماندن جمهوری اسلامی یعنی نابودی کامل امروز و آینده ایران و ایرانی؟ چرا نباید بتونیم؟ آیا اون اعتصابی که بر همین الان آقای قاسمی هم اشاره کرد، اتفاقا خیلی هم دقیق، آیا اون اعتصابه رو من آدم معمولی کف خیابونی که تو حتی تو مشکل سخت معیشتی هستم رو انداختم، یا یک ساختار مهندسی شده برای گروکشی اومده این کارو کرده؟ پس من و شما برانداز کجای کاریم؟ چرا ما راحت رکب میخوریم تو طلای امنیتی گیر میکنیم که بریم از ساختاری که مهندسی شده است حمایت کنیم که برگ برندش بره طرف دیگه جمهوری اسلامی؟ اینجاست که ماها به مشکل میخوریم. چرا به مشکل میخوریم؟ در طول سالیانی که داریم از شبکه‌های اجتماعی بهره میبریم برای مبارزه با جمهوری اسلامی، فرض رو میذارم بر این اصل که تمام ماها جمهوری اسلامی رو هم خوب میشناسیم، ساختار سیستم های امنیتی رو خوب میشناسیم، ساختار سرکوب در دنیای واقعی در شبکه های مجازی رو خوب میشناسیم، همه اینها رو خوب میشناسیم، اما نتونستیم بیایم یک گروه تشکیل بدیم که بگیم دوستان برانداز طرفدار سامان پادشاهی، هر خبری رو شما میخواهید پخش بکنید از این منبع وردارید، بقیه منبعها سمیه، نمیتونید شما هر جای آب دیدی سرتو بیاری پایین آب بخوری، چون آب احتمالاً مسموم باشه، این یکی سالمه. اگر معلم بین ما هست میاد میره تو این منبع، میفهمه در روز اعتصابش باید چی کار بکنه. اگر کارگر در بین ما هست همین اتفاق رخ میده، اگر نظامی هست همین اتفاق رخ میده، اما ما نتونستیم این کارو بکنیم چون هممون ادعا داریم، هممون ادعا داریم، به کسی هم بر نخور، اولیش خود من، بهتر از این ادعا داریم. و وقتی میبینیم که یک اتفاق ساده رخ میده تمام قافیه ها رو باختیم، دنبال گردنی میگردیم که بیشتر از همه بو میده که بندازیم گردن اون، مشکل از خودمون آغاز میشه. اگر بدونیم مسیر براندازی، بارها اینو گفتم، هر انقلابی، هر قیامی، هر دگرگونی سیاسی خط داره و این خط نقطه آغاز و نقطه پایان داره، یک روند رعد و برق نیست که بزنه تموم شه. ما این روند و ما براندازان، خصوصا کسانی که واقعا طرفدار سامان پادشاهی هستن، ما این روند رو نتونستیم بسازیم برای خودمون، نتونستیم بسازیم. 4 ماه کارگران نیشکر هفت تپه
اعتصاب کردن. آقای سمنانی از لس آنجلس پول فرستاد رفت اونجا، تموم شد. چرا؟ چون اعتصاب اعتصاب معیشتی بود، اعتصاب ایدئولوژیک سیاسی نبود، اعتصاب اتحادیه رانندگان تریلی اعتصاب معیشتی بود. میگفتن آقا کرایه ها رو باید افزایش بدین، با این کرایه‌ای که به ما میدین ما یک بار میریم بندر عباس برمیگردیم تهران، باید لاستیک عوض کنیم، پولمون کرایه کفاف نمیده ما لاستیک عوض کنیم، اصلا حداقل باید دو جفت لاستیک عوض شه، کفاف نمیده. وقتی کرایه اضافه شد اعتصاب تموم شد. چیزی که هست، ما دو حالت بیشتر نداریم، یا باید فرصت سازی کنیم یا یاد بگیریم تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم. یکیش آقای قاسمی گفت، وقتی در یک تجمعی، در یک اعتصابی، در یک جایی اعتراضی میشه، مردم دارن شعارهای سازماندهی شده رو سر میدن، انقدر توانایی داشته باشیم که بتونیم مهندسی شده، ما هم از همونجا شعار رضا شاه رو اچاد و ای شاه ایران برگرد به ایران رو سر بدیم، جذب مردمی که عادی هستن و اونجا هستن، خارج از سیستم سازماندهی جذب شدن، میگیرتشون شروع میکنن کار از دست سیستم مدیریتی که خودشون سازماندهی کردن در میره. نقطه مثبتش کجاست؟ اگر ما به هدف نرسیم، جمهوری اسلامی هم به هدفش نرسیده، بنابراین باز ما یه قدم جلویم، نه جمهوری اسلامی. اگر من به هدف نمیرسم، اجازه نمیدم دشمنم به هدفش برسه، باز ما یه قدم جلوییم. نه اینکه دائما در هر قیامی جلو که نمیریم عقب میریم، بعد این بچه تخسا بلند میشیم میگه ما بردیم. نه، ما خودمون داریم خودمون رو گول میزنیم و به خودمون پشت پا میزنیم. نه اینکه مردم نخوان، نسل جدید ما، نسل جوون ما همه دنبال سرنگونین، اما شما رنج سنی رو در جامعه قیام کنندهی که میاد کف خیابون، با توجه به پتانسیل هایی که جمهوری اسلامی و سیستم های خارجی دارن در اختیار جمهوری اسلامی میذارن، باید اینا رو همه رو محاسبه کنید، رسانه ها رو ببینید. در سال 96 و 98 و قیام خوزستان 1400 و اصفهان همه مردم بودن. یک برنامه گذاشت کنفرانس مطبوعاتی، مریم لچکپسر اومد گفتش که همه اینها نیروهای ما هستن. چرا؟ سازماندهی شد داخل ایران، صداها رو بریدن، خارج از ایران همین هایی هم که آقای قاسمی گفت صدای مردم رو بریدن. نگید جاوید شاه اون سوء استفاده ابزاریشو کرد، تجزیه طلب مثل حسن شریعت مداری سوء استفاده کرد، علی جوانمردی تجزیه طلب سوء استفاده کرد، عثمان زرقندی با نام کاوه آهنگر سوء استفاده کرد، همه اینا سوء استفاده کردن. کی سرش کلا میره؟ قدرتمندترین اپوزیسیون واقعی جمهوری اسلامی که سامانه پادشاهی سرش کلا رفته. بعد ما کماکان دنبال اتحاد با جمهوری خواهان و با ایکس و ایگرگ و بعضی هم که دیگه اصلا از دور خارج شدن، رفتن با چپی و مپی اتحاد بکنن. ببینید فرصت ها رو ماها داریم میسوزونیم، نسل جوانمون کف خیابونه داره کشته میشه، ما داریم از دست میریم، ایران داره از دست میره، جمهوری اسلامی داره به خواستش میرسه. پس اون گروه تهیه اخبار سالمو نداریم. بعد تو این گیرودار اخبارهای زرد میاد بیرون، یک سری اطلاعات دیگه هم میاد بیرون که همه مشکل ساز میشه برای مردم، برای اون جوون کف خیابون مشکل ساز میشه. هرچند اگر ما به صورت 24 ساعته هممون، تمام براندازان در توییتر، در فیسبوک، در اینستاگرام، در تلگرام، در حتی وبسایت شخصی بزنیم، پخش کنیم که ما پادشاهمون رو میخوایم، وقتی با 65 هزار دلار یک خرس قطبی به اسم مایک پمپو بلند میشه میره تو گروه مزاحمین خر، تمام کارهای ما رو مالون تموم شد. ما اینجا داریم آسیب میبینیم. چرا؟
چون هنوز مافیای جهانی از قبل جمهوری اسلامی داره ایران رو غارت میکنه. جمهوری اسلامی داره اموال مردم رو حراج میذاره، میده دست اینها، دست انگلستان، دست اسرائیل، دست آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، چین، هر کسی که فکرشو بکنیم و نکنیم که بمونه سر جاش. پس ما داریم نابود میشیم، چه اونایی که خارج از ایران هستن، چه اونایی که توی کشور دارن روز به روز آب میشن، روز به روز از عمرشون چند برابر ماها داره کم میشه. یه مطلب در این بخش عرض کنم. ما با توجه به اینکه دشمن خیلی داریم، دشمن خیلی داریم، 4 سال پیش بود یک پروژه رو راه انداختم به اسم، اینم قبلا گفتم 2-3 بار هم در برنامه خودم در هم در اسپیس، ولی شاید بعضی از دوستان نشنیده باشن. 4 سال پیش یک گروهی رو شناسایی کردیم که راه انداخته بودن پروژه رو اجرا بکنن به اسم گذر در گذر، یعنی با اتکا، دقت کنید دوستان، با اتکا به قدرت زیاد اپوزیسیونی که اسم سامانه پادشاهی است، بیان از جمهوری اسلامی گذر بکنن، بعد از ما پادشاهی خواه گذر بکنن، که با یک سری مسائل اینا مطرح شد و بعد ما یه برنامه گذاشتیم در رستاخیز سیمرغ، یک برنامه گذاشتیم 3 ساعته با اسناد، با اسامی، همه رو افشاگری کردیم، این گروه رفت رو هوا. یعنی چی؟ یعنی اگر من و شمایی که واقعا دغدغمون ایران، حواسمون نباشه، از هر زاویه آماده هستن ما رو بزنن، چه از نظر ترور سیاسی، چه از نظر ترور شخصیتی، چه از نظر خارجی، چه از نظر داخلی، فرقی نمیکنه براشون. چرا؟ چون نمیخوان ایران به اون اقتدارش برگرده. به همین دلیل ما باید یک گام جلوتر بریم. به نظر من، پیشنهاد میکنم، وقتی که مردم میان بیرون توی خیابون میگن رضا شاه روحت شاد، اینجوری از مجاهد، از توده‌ای، از تجزیه طلب، از فدرالیست ها که اونم تجزیه طلب خجالتیه، از ولایت معاش و ولایت مدار و از علی خامنه‌ای خودش گرفته که با اون فکر میکنم دیگه الان از لول گذشته، روزی 1-2 کیلو باید بکشه و اماله کنه تا بتونه حرف بزنه، وقتی به جیلیز و ویلیز میافتم، ما به جای این که امروز انقلاب قانون اساسی مشروطه رو را بندازیم، باید انقلاب پهلوی رو را بندازیم، باید جا بندازیم برای جهان که ما انقلاب پهلوی رو میخواهیم. یعنی چی؟ یعنی ما زمانی که میگوییم جمهوری اسلامی را نمیخواهیم، دقیقا میدانیم چه چیزی را با چه کسی میخواهیم، تا تمام دشمنان ما خفه خون بگیرن، تا تمام دشمنان ایران سکوت کنن. یک جایی ما میگفتیم انقلاب مشروطه، باید دوباره انقلاب قانون اساسی مشروطه را بندازیم. اومدن، نمیدونم یادتون هست یا نه، 1.5 سال تقریبا، بین 1 سال تا 2 سال پیش، آقا قانون اساسی مشروطه رو ریختن توی شبکه‌های اجتماعی و توی نمیدونم تلویزیون شهرام شارلاتان و تو رژیم اینترنشنال و توی صدای آمریکا شروع کردن تفسیر کردن که این قانون اساسی همین جمهوری اسلامیه و این بخشای اسلامیش نابود کرد ما رو، نمیدونم فلان کرد، این قانون اساسی مشروطه بود که به ملاها اینقدر بها داد. آقا قانون اساسی مشروطه برای دوران گذار که دوچار خلأ قدرتی ایران نشه و به هرج و مرج نکشه، چه ربطی به آینده بعد از انتخابات داره اصلا؟ امروز برای اینکه تمام راه‌ها رو ببندیم، انقلاب پهلوی، یعنی ما با خاندان ایران ساز پهلوی در دوران گذار جمهوری اسلامی، با یک شرایطی که کاملا تثبیت شده است در امنیت و آرامش، بدون جنگ داخلی، بدون اینکه کسی خواسته باشه خون از دماغش در بیاد، میتونیم رد بشیم، برسیم به حکومت تثبیت شده
ما اینها رو میتونیم جا بندازیم. چرا همش باید ما پاتک بزنیم؟ بذار یه بار تک بزنیم، یه بار ما حمله کنیم. همش داره دشمن داره به ما حمله میکنه. اینها رو باید ما بشینیم بتونیم یه گروهایی رو دوستان را بندازن. یکی از دوستان بود چند وقت پیش یه مطلبی رو داشت پیشنهاد میداد، نمیدونم پیگیری کردن یا نکردن در رابطه با راه انداختن یه گروهی. بشینید گروهایی رو را بندازید که اخبار رو بدونیم از کجا تهیه بکنیم. اخبار سالم از کجا باید بیاد؟ هزینه نداری که. یه گروه خانم بانو صادقی، این گروه رو را میندازی، مثلا آقا این گروه اخبار میخواییم پخش کنید توی توییتر، از اینجا بردارید. اخبار میخواییم توی فیسبوک پخش کنید، از اینجا بردارید. نرید از این ورانور خبر پخش کنید، نرید جواب هر کسی رو بدید. چرا؟ چون در زمان قیام ما شکست خواهیم خورد. دشمن آماده است، دستبندی کرده، پول هزینه کرده، رسانه داره، نیرو داره، منابع انسانیشو آموزش داده برای روزهایی که جوانان ما در کف خیابون قیام میکنند. اینو تو بخش بعدی که انحراف اعتراضات، انحراف ایجاد کردن در قیامهایی که مردم میان سوار میشن روی جریان، اینو عرض خواهم کرد. بفرمایید دوستان. سپاس از شما جناب کمال. آقای قاسمی در خدمت شما باشیم اگه مطلبی میخواییم بگین، و بعد من از شما یه سوال دارم. بله سپاسگزارم. من فکر میکنم که اگر دوستان تا اینجای صحبت ها مطلبی دارن، پیشنهادی دارن، نظری دارن، رو حالا یه تایمی 10 دقیقه 20 دقیقه حالا هر چقدر که سلام میدونید بذارید، چون طولانی وقتی میشه مطالب میاد روی هم دیگه، بذارید به نظر من گام به گام اگر دوستان مطلبی دارن میتونن بیان سوال کنن یا صحبت کنن و بعد شروع کنیم دوباره. جناب کمالپور مطلب مهمی رو فرمودید راجع به اعتصابات سراسری. ببینید یک تفاوتی هست بین شورش 57 و موقعیت الان ایران. با توجه به این که ما میدونیم شاهنشاه آریامهر اونقدر وضع اقتصادی ایران عالی بود در اون دوران که حتی کارگرها هم اگر مثلا کار نمی کردن یا اعتصاب به سر می بردن، مشکل مالی آنچنانی نداشتن برای اعتصابات سراسری، و این مسئله باعث شد همچنین بازار در اختیار شورشیان بود، کمک های خوب خارجی هم از سوریه و اینا گرفته بودن. الان چگونه میشه کمک کرد؟ یعنی الان یکی از مشکلاتی که خودش رو نشون داده این هستش که برای اعتصابات سراسری چجوری میشه حمایت کرد لحاظ مالی اعتصابچی ها رو، کارگران رو یا کارمندان رو، با علم به این که شاهزاده خودشون بارها فرمودن که این کار احتیاج به بودجه داره، احتیاج به هزینه داره، و ایشون هم خیلی تلاش کردن که از یک راههای بودجه تهیه بشه و فعالیتاشون هم هنوز دارن ادامه میدن. جواب من میخواستم ببینم نظرتون این چیه جناب کمالپور راجع به تفاوت این دوره با اون دوره. سپاسگزارم. بله خواهش میکنم، سوال بسیار عالیه. ببینید تفاوتش اتفاقا در همینی که شما اشاره کردید، خودتون پاسخو دادید، در سوالتون پاسخم نهفته بود. ما در زمان شاهنشاه اعتصاباتی رو که شاهدش بودیم، دو جریان اعتصابی در زمان شاهنشاه آریامهر وجود داشت. یک جریان چپیا بود که در نهایت منجر به این شد که حرف شایع کننده در رابطه با سینما رکس آبادان بچسبه به اون افکاری که در جریانات سیاسی داشتن با حکومت شاهنشاهی می جنگیدن، که منجر به این شد کارگران پالایشگاه آبادان همه با هم یک دست اعتصاب کنن. این یک گروه بودن. یه سری گروه هایی بودن که خودشون اصلا داشتن کار می کردن، یعنی فریب نخورده بودن، خودشون سیاسی بودن اعتصاب می کردن. جمع اینها رو با هم بذاریم رو هم دیگه، من فکر نکنم بیشتر از در سراسر ایران بیشتر از یک بیستم یا یک سیوم جمعیت بوده باشه اعتصاب کننده، چون اکثرشون طبق صحبت خود شما در شرایط اقتصادی خوبی به سر می بردن، چه کارگر، چه معلم، چه کارمند، چه نظامی، و راضی بودن از معیشتشون. ولی امروز آیا واقعا این اتفاق می افته؟ نه. پس وقتی من صحبت از فرصت سازی می کنم،
از نظر من نیازی به داشتن پول مثل زمان شاهنشاه نیست. زمان شاهنشاه نیاز به پول داشتن. چرا؟ وقتی یه گروه اندک میخواد اعتصاب بکنه و مجبور میشه در طول یک روند و یک مسیری گروه اکثریت رو به خودش جذب کنه، نیاز به زمان داره. 5 ماه، 6 ماه، 7 ماه زمان میبره. پس اینا باید تأمین مالی بشن که از گرسنگی نمیرن. اما وقتی نیروی اکثریت جامعه ما امروز در فقر مطلق به سر میبرن